سلام، امیدوارم که خوب باشید. ما رو همچه کوکتل تیوی خیلی خوش اومدید به یک اخبار رپی و کوکتل بیلبورد دیگه که چه خبره چه سالی امسال. برو بریم که با هم این اخبار رپی رو داشته باشیم. اول از همه خبری که همه تون دیگه شمعی میشه نشنیده باشید، چجوری اصلا بهرام سورنا آلبوم قراره بدن 19 آبان، 5 ترک قراره بیاد، پیش فروش گذاشته شده به تومن 500 خورده ای و به دلار 10 دلار. یه تیزر گذاشتن که با AI درست شده بود. این آلبوم هم اسمش خونه خورشیده و تو 24 ساعت 10 میلیون ویو گرفت، نزدیک 100K کامنت گرفت و بیشتر از 70,000 بار سند شده بود. یعنی اصلا پشمای همه ریخته. یه تیزر دیگه هم بعدن استوری گذاشتن، چه خبر باحالی، بالاخره همکاری بزرگ تو بچه‌های به اصطلاح زیرزمینی. بعد از این تیزر یه شایعی داره پخش میشه که میگن آقا یکی از نزدیکان سورنا که نمیدونیم کیه، من خودم نمیدونم کیه، این داستان ها اعلام کرده که سورنا بعد از این آلبوم میخواد خداحافظی کنه و آخرین آلبومشه. امیدواریم اینجوری نباشه، شایعی بیش نباشه. مهراد هیدن که جدیداً از مرز 200,000 شنونده ماهیانه اسپاتیفای گذر کرده، یه ویدیو منتشر کرد که گفت آقا ما اومدیم از هوش مصنوعی یه استفاده متفاوت کردیم، ملودی ساخته، ما با ملودیش آهنگ نوشتیم و این آهنگ هم قراره به زودی منتشر بشه. و اینکه دوستان بهم گفت که یه هوش مصنوعی پیدا کرده که میتونه موزیک درست کنه. منم طبیعتاً مثل هر کسی دیگه گارد داشتم روی این قضیه. تصمیم گرفتیم اینو امتحان بکنیم. حالا ما همیشه خودمون ملودی درست بکنیم، با ماشین پیادهش میکنیم. این دفعه ماشین ملودی درست کرد، ما زندهش کردیم. اون ملودی رو گرفتیم و با تیم با یعنی همه اون کاری که همه ابزاری که همیشه داریم اینو زندش کردیم. حالا ارکستر رو بردیم، بچه ها هرکی کاری که همیشه میکنه رو روی این پیاده کرد و پوینتش اینه که مقابل این تست کنیم که آقا واقعا گوشه وسپریز ترسناکه و آیا میشه اینو بباری ابزار استفاده کرد که به کارمون سمرت بدیم و بتونیم استفادهش بکنیم، ببینیم اصلا موزیک باحال میشه یا نه. خبر پخشش رو بهتون میدم، به زودی میاد. چند روز دیگه سعی میکنم موزیک رو بدم بیرون و یه مستندی هم درست کردیم که تمام این داستان رو توش نشون میدیم. اسم آهنگ هم هست خدای بی نهایت. پوریا پوتک بالاخره بعد از مدت‌ها خبر دادن راجع به امیری، دو تا تیزر ازش منتشر کرد. تیزر سومی هم در کار هست و مثل اینکه شورت فیلم دیگه قراره بیاد و تیزرش رو با هم میبینیم. ناراحت کننده ترین چیز در مورد خیانت اینه که هیچ وقت طرف دشمنات نیست، همیشه از سمت کسایی که تو بیشترین اعتماد رو بهشون داری. میدونی واسه چی میگن از آدم حسود فاصله بگیر؟ چون آدم حسود وقتی نتونه ضربه بزنه تهمت میزنه، انقدر تهمت میزنه که کم کم شروع میکنی به خودت شک کردن. محمد رضا شایع و لنا تو اینستاگرام همو فالو کردن و به نظر میاد همکاری دارن. چرا؟ چون قبلا اعلام کرده بود محمد رضا شایع که هر کی محمد رضا شایع که
چرا؟ چون قبلا محمد رضا شاه اعلام کرده بود من هر کیو فالو دارم باش همکاری میکنم، یعنی هر کیو که با هم همکاری داریم فالو داریم و هر کیو اگه هم فالو کردیم دلیل بر مشکل نیست، دلیل بر اینه که کاری نداریم با هم. آرتا توی کانال تلگرامش خبر از یه همکاری بزرگ داد با 6 تا رپر، بعدش هم چند روز بعد یه همچین عکسی و پستشو گذاشتن که حدس بزنید کیا هستن. یه سری عکس براتون اینجا میذارم که به نظر من اینا شبیهن و نمیدونم کیا میتونن باشن. عرفان که فکر می‌کنم قطعاً هست، چون دو تا عکسی که اونجا می‌بینیم یکی عرفان یکی هیدن خیلی تصویرای معروفی ان که آدمو یاد اینا میندازه. اگر شیطنت نکرده باشن به احتمال اولین همکاری که نه دومین همکاری هیدن و عرفان رو بعد از میکس خط من داریم که اونم یه تراکی بود که کلی آرتیست توش بودن. جذاب میشه. حالا به نظر میاد کوروش هم باشه تو این ترک، چون معمولاً هر پروژه بزرگی آرتا داره کوروش هم سهیم میکنه و خیلی ها میگن پوبون هم میتونه باشه. چرا؟ چون اون عکسی که هست بالا سمت چپ زاویه داره و خیلی ها میگن چون پوبون هم به زاویه فک و اینا معروفه اون زاویه داره احتمالاً پوبونه. حالا نظر شما چیه؟ به نظر شما چه آرتیستایی تو این ترک هستن؟ خیلی هم خبر بزرگ و باحالیه. خیلی وقت بود ما از این همکاریا نداشتیم. آخریش فکر می‌کنم مهمونی خودمونه بود اگه اشتباه نکنم، که خیلی ازش میگذره، داره 10 سال میشه و این کار داره میاد. از اونورم سوریجی پاپولوژی سلام کرده بود که یه ترک داره با 7 8 رپر و چه سالیه امسال. آلبوم مشترک سورنا و بهرام کنسله رو داریم و همچنین اون همکاری سروش، دو تا آلبوم هم که سروش داره و بقیه بچه‌ها که حالا قراره کار بکنن و اینها باحاله. میپیچی یا بپیچم میره لابلانتم سجیسم، ندیدنم یه چی شنیدن باورم عوض شده شنگا کشیدم، من قول آخرم دیگه نیست رای، علف رو لب تیمم 20 جاری، نگرد تو خیابون اینم نیست دایی، دوتا وسیله گذاشتم زیر پایی، ببینم کردم تو کونت میلایی، بدون تو دنیا برام مثل زندونه، میگن کیف کوکه باور نکن یه چی مثل سهرومه، زندگی شیرینه و کامم تلخ، هرچی بالاتر بری میاد باش دل شوره. تعریف تو رو که میبینم میکنم پنیکم، آسان و من با همه قلیب، به جز تو کسی نشد منو عریف، من فقط گنگ گنگ لکیکو مکس لولم پره پره میرخزم لکیکو کلمات گوشو میکنه خود سری، فکر میکنم بچه پول دارم بهم میگن خوب مایه داری، حتی قبل این که بخواد بده بهم رب درانه واحد مانی، اسمو میخواستم تجربهش کنم با یه کارت آبربانک خالی، اصلا میخوام برم اونجا که دیگه زندگی ان نوع دوستای دیگه، کسی حوله میده نداره روفتاپ ها میله، نمیبینی هر روز کار دیره، وسط هیچ که در منی تو من نیستی که بفهمی چی که زور من تو دیگه هیچی مثل باونسی مک بده برس رو میشاری بهم تکس میده بدو فقط برس خونه یه گوشه پایین دامنش ولی با این نسب زبونش پف داره کفش و ترند زمستون، شب اومد یه صدا و پریدی از خواب بهم زنگ بزن شاید دمو نبینیم فردا، آرزوام کشیدن نقب تو ولی عقب تا همیشه انگاریم بودم جاد فضا رفتن رد شدم اقربه ها رد شدم دموکراسی چه گوارا تو پای شعارایی که میدادی بهمون، حالا ما دیدیم همه حرفه گرونه نفه تا پر سر کپ که به پوش برفه، بگو حالا صدام برندم اسمم ایه الان خوب هستم میخوام یکم خودمو بگیرم چون درت میره اگه باشی اسمم، ببین منو ببین منو چرا دیگه سمتم نمیاد تا نگاه بگی منو، من سفتر پارتی دلم تنگه تا هیچی سر جاشتی هم دوریم ولی مال همین یه عشق کور نشده، اما تو چرا چشت نمیبینم الان دیگه منو بندازی توی بگاهی قرلی تیزی رو شکمت سزارین یه ترکت نگاهی تمنه اینو عجب بگاهیم بیای تو محل هست واسه دره باز میکنی چپ نگاه میکنی فتح پای کاری نه منجی بیارم برات کافی یه گاهیدی دورو بره ما هم نه یا واسه تو جاینی هر کاری هم بکنی واسه ما کاری نی، وقتی از همه خستم بیا بشین بغل دست من بذار همه تو رو برم برم تو که باشی غمینی همه با هم طرف بشم، پیشمی همرام گیر نمیدم بهت تو پیلمی بذار بکوبه ولک و ماشه رو تو
ملافه میپیچونیم لاشه رو. فکر میکنی اینه اون که آخرو نه اجابو بکن نشون بده خویرو. میخوام هر جوری کشش بدم اگه دوستم هم نری تو دلت بخند. دلمو کردی تلسم بخت میخواستم یه جوری برس به من. نوسف دو یک میگن سخت نگی ول کن مرس همیا نباید بشن دل خور که رینگ رینگ کال میاد. یک دو سه بازش و ترکید سخت درد ترکشو خودت بگیرتم چند وقت بعد حالت بهتر کشو. بیست چند سال حالم خوش نی انقدر کشیدم دیگه شوش حواسم شوش نی. حتی اگه خون ندیده باشی قد دلایی که شکستی آدم کشی. بی بالا خمیدم دیستنو چیزی تو کتم نمیره مثل شیر فرا از شهر اس شدم زیر 25 ها تو بدون شانسی نهری اگه نیستم با روز و شبای منو زهر کن. شیرین بود همه چی و تر شد ولی میدم حقبت هرچی میخوای بدی میدم قبلت. تیم هم صد نکارانی هم صدت مرد قسمت پسر اینم قبرت دفعه بعد به پاک تاک I do the money talk it's that glock talk it's that long night cold heart waiting for that bad bitch in that dark park put money red eyes درشو سرچت کردم بالا پایینش چک کردم خودم یه ذره فکر کردم دیدم نمیارزه زود ول کردم. خب این بود از کوکتل بیلبورد دو هفته گذشته. نظر شما راجع به ترک ها چی بود؟ بهترین ترک نظر شما کدوم بود؟ رو کدوم قفلی هستید؟ و جا داره آخرش اعلام کنم که دوستان فیک نزنید، بعضیا واقعا واضحه فیکن و یکیشون رو قراره توی رپ هاوشی فردا بگیم چون یک پست عجیبی هم توی تلگرامش گذاشته بود. رپ هاوشی فردا بهترین آهنگ این دو هفته نظر شما کدوم بود توی کامنت ها بنویسید. دمتون گرم، لایک و سابسکرایب با این داستانا یادتون نره. تا ویدیو بعدی، سی یو سون.